رمضان، ماه اخلاق. اسراف نکنید. خداوند رمضان رو زمان طاعت و بندگی قرار داده، اما نزد بسیاری از مسلمون ها به زمان دیگه ای تبدیل شده، به زمانی برای اسراف و ریخت و پاش. بعضی از خانواده ها تا 150% مخارجشون بالا رفته و به دلیل زیاده روی در خوردن به زمانی برای انواع بیماری های گوارشی تبدیل شده. حتی در آب و برق و سایر خدمات نیز زیاده روی میشه و رمضان هر سال زمان بالا رفتن فاکتور هاست، رفتار نامناسبی که با اهداف این ماه در تعارضه و خلاف سنت رسول الله علیه السلام. رسول الله علیه السلام با خرما و آب افطار می کردند و خداوند در قرآن از حرام بودن اسراف با ما صحبت کرده: اسراف نکنید، زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. و همچنین می فرمایند: و کسانی که هرگاه انفاق کنند، نه اسراف می کنند و نه سخت گیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. مصرفگرای ما در رمضان باید همراه با قناعت و تدبیر باشه. به آداب و رسوم بد بی توجه باشیم و به اندازه نیاز خرید کنیم. خوردن بیش از نیاز بر ادای عبادت در رمضان تأثیر منفی میذاره، علاوه بر اون برای تندرستی ما مضره. پس تنها به اندازه نیاز مصرف کن. به جای مصرف پول هامون در خریدهای گوناگون و بیش از نیاز، اون را برای فقرا و نیازمندان و افطار روزه داران صرف کنیم. رمضان رو به ماه مسابقه در مصرف گرایی و راحت طلبی تبدیل نکنیم، بلکه اون رو زمان بندگی و تقرب به خدا قرار بدیم و این سخن خداوند رو به یاد داشته باشیم که همانا تبذیر کنندگان برادران شیطانند و شیطان در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود. برای دیدن و دانلود این ویدیو و سایر ویدیوهای شبکه نور میتونید به سایت شبکه www.nurtv.net مراجعه کنید و یا به فیسبوک ما سر بزنید.